در صحن حوزه علمیه شیردار هستیم، یکی از بناهای ریگستان در مرکز سمرقند، بنایی که الان دیگه تاریخی هستش و پشت صحنه گروه هایی است که هر شب اینجا رقابت میکنن در جشنواره ترانه شرق یا شرق ترانه‌لری. هر شب 11 گروه از 11 کشور اومدن مسابقه دادن. از مجارستان اینجا هستن، کلیه‌های مجارستان، سازهایی که دارن، سازهای روزمره که استفاده میکنن در روستاها، از تونگ گرفته تا یه چیز شبیه به حمام چوبی. اون ور میبینیم از ازبکستان هستن، دوتار و دف دارن تمرین میکنن. از ایران گروه دخترانی هستن مثل هرای که به سبک خراسانی دارن میخونن و مقامی امشب خواهن آخرین گروهی هستن که امشب سهره میرن. دخترانی که اونجا میبینین آبی پوشیدن و دارن زنبورک میزنن، از مرکز روسیه هستن، آهنگ های جادویی اجرا میکنن که از رسوم گذشتهشون هست. خیلی پر از تنوع بود جشنواره امسال که 24 دوره این جشنواره رقابت هست و یک فرصت فوق‌العاده برای همه ما که موسیقی خالص از دوروبر دنیا ببینیم. حتی از جزایر فیجی اینجا بودن که رقص و موسیقی و قصه‌گویی باهاش همراه هست در این جشنواره در ازبکستان در سمرقند و گروه هرای. گروهی که میبینید از روسیه هستن، گروه عیارخان. لباسهایی که بی نهایت زیباست، ای کاش من از این گردنبندها داشتم و دستبندهای زیبا، و سازهایی که میزنن فوق‌العاده غیرعادی هستش و شاید تنها گروهی هستن که من شنیدم در تاریخ زندگی کاریم که موسیقی بوده که زنبورک یا چنگ، چون قدیم به کسایی که این ساز میزنن چنگی هم میگفتن. و این ساز کوبه‌ای که بسیار جالبه، beautiful, amazing, huh? دیمر. And this is مزرابشونه. خیلی صدای بم جالبی داره. شمانیک. جادویی صدا. Thank you. رویاهای من به واقعیت پیوست. ظاهر شدن پریان رویاها، پریان آسمانی. من فکر کنم هیچ کسی به این شکل نتونه بزنه. گروهی هستیم از اسپانیا که اصلا زبون هم یا نمیفهمیم، انگلیسی هم صحبت نمیکنه، اسپانیا صحبت کنیم، چیکار میتونیم بکنیم؟ ایشون خیلی سازهای جالبی داره، به چشم آشناس هونگه و همینجور دیگ، ببینید با هونگ میزنن.
برمی تو با دیگ یه ایشونم این چغانه ها رو میزنن که سایش آشناس و گیتار محشر اسپانیایی و سبک هم که میزنن فوق‌العاده است، سبک جدید خودشونه. Is it new style, nuevo? No, it's traditional. Okay. اسپانیا؟ Where in Spain? North, south, east, this? Center. Center. Ah, okay. خیلی ممنون. و در سمرقند برای ما مینوازن. Thank you so much. Thank you. Lovely. See you. Goodbye. در ضمن اینم خیلی قشنگه. دستمندشون. Yes. ما قرارشو با هم دیگه رد و بدل کنیم. اینم دوست دارم. Be match. خیلی با هم جوریم. در ضمن من فهمیدم که از انگشتانم افتاده یه جایی. خیلی ممنون. Gracias. خدافظ. Amasando chorizo se hacen las bodas, la que no mondonguea no se enamora, la que no mondonguea no se enamora. Canta María, canta, no tengo ganas, ¿cómo estará María? Ay, vida mía, tan desganada. Vamos por la última. Y esta noche, vida mía, no te rondo con guitarra, te rondo con almiretes, porque estamos de matanza, ¿me entiendes? از گروه بیگوئلا که از اسپانیا بودن یک کلمه هم نمی‌تونن صحبت کنن اسپانیایی و انگلیسی، یک کلمه که اسپانیایی می‌تونن صحبت کنن انگلیسی نمی‌تونن. ایشون یکی دیگه از نوازنده هستش که ازش خواستیم بیاد، دو ساز بسیار عجیب که من اصلا فکر نمی‌کنم اسپانیایی باشه رو برای ما می‌نوازن. What's the name of this instrument? Trabel. Trabel. It's old instrument or is it imported from somewhere? What's the instrument from Spain? Center Spain. Oh really? Never saw them before. La niña que vino de Sevilla y trajo un delantal muy majo y ahora porque se la ha rompido la niña llora, la cojo, la meto en el embozo y la digo cara de sol y luna, vente conmigo a la cama, verás cómo amanece por la mañana. And also, if you can play this, I know you're tired, but yes. Thank you so much. ایشون خیلی خسته است ولی مجبوریم باز بزنه برای ما. The name of this instrument? Zambomba. Zambomba. برای ما می نوازند. Zambombita, Zambombita, yo te tengo que romper, que a la puerta de mi novia no ha querido tocar bien, que a la puerta de mi novia no ha querido tocar bien. Canta tú, cantaré yo, cantaremos a porfía, tú cantarás por tu novia, yo cantaré por la mía. Anda inocentes, anda inocentes, verás a la mañana qué tripa tiene. Verás a la mañana qué tripa tienes. گروهی هستن از جزایر فیجی که 300 جزیره هستش در اقیانوس آرام، انقدر دور افتاده است بین استرالیا و امریکا. Yes, between that, am I right? و اسم ایشون رو میخوام بخونم تا بدونین که اسمای کشور فیجی چجور اسمایی هستش. باکاوتواله، نه؟ No?
وانکا ورتواله. وانکا ورتواله. به نظر میاد که سبک شما هم قدیمیه هم جدید، درسته؟ اسم گروهمون ماو هستش که به زبان فیجی یعنی تازه و جدید، چون کار ما ترکیب هنر سنتی با هنر امروزیه که بر اساس رقص و آواز و قصه گوییه، ولی حرکت‌های جدیدی رو بهش اضافه کردیم. و خیلی جالبه لباسی هم که ایشون پوشیده می‌بینین که از الیافی هستش که میگن از پوست توته. خیلی جالبه چون از پوست شاخه‌های توت میکوبن، در همین سمرقند اطرافش هنوز کاغذ درست میکنن و روش ساختن کاغذ به روش باستانی ماها بوده در این منطقه. خیلی جالبه. و این هم که دور دستشون بستن شاید دیگه وقتشی که عوضش کنن، احتمالا خشکیده یا گندیده. توی فیجی بهش میگیم باو که یه جور علفه که ما برای بازوبند ازش استفاده میکنیم و البته صدف به عنوان گردنبند. داستان رقص شما چی هست آقای نواتلای؟ واسه ما اینجوریه که رقص و راه رفتن رو با هم به ما یاد میدن و این اصلا سنت مردم فیجیه، ولی به شکل حرفه‌ای من از 18 سالگی شروع کردم، الانم 24 سالمه. و شما چی با هم میرقصیم؟ راستش معلومه که دیگه رقصیدن از من گذشته. اتفاقا من رقصو از ایشون یاد گرفتم، استاد منه. منم تو فیجی بزرگ شدم و رقص و آواز اونجا یاد گرفتم، حتی روش خوندن آواز وودو رو که به زبون خودشونه. اصولا جزایر اقیانوس آرام به خاطر سابقه تاریخیشون که محل رفت آمد مردمان مختلفی بوده، رقص و آواز رنگارنگ و متنوعی داره. And I got your drum. چکن یا من این تب نشونه در اصل مثل یه جور زنگ یا ناقوسه. من چوبشو دارم وایسا. کاربرد اولیش مثل ناقوس و زنگ بوده، برای فراخوانی و خبررسانی استفاده میکردن. فانتزیک عالی بود. من که به رقص آوردی یکی جلوم بگیره. That's fantastic. Thank you very much. خیلی ممنون. روی صحنه می‌بینم. Yes. Thank Takeu sombu kida ke takeu kinai arambale Bukani kei de kasau
نندامو. افتاد با گروه آرسن پتروسیان هستیم از ارمنستان. آرسن پتروسیان و گروهشون که اینجا هستن، به افتخارشون. و خیلی جالبه که سازه که دارن سنتور هست، ولی سنتور یه خوره فرق میکنه، خوره بازتر بزرگتره و دایره و قانون، حتی که بازم حتما قانونشون خوره فرق خواهد کرد. و خود ایشون هم که دیگه ساز معروفی رو میزنن که تمام موسیقی پاپ ما هی گهگاهی از این استفاده میکنه، ساز دودوک. درست خوب هستین؟ Sorry, I'm speaking Persian. فارسی هم حرف زنن. جدی، thank you. میگن زبان فارسی خیلی خوش آهنگه. واسه همین دوست دارن زبان فارسی خوش وقتن. The instruments of... این سازه که خیلی برای من آشنانه. آیا اینا سازهای ملی ارمنستان هست؟ اینا همه سازهای سنتی و اصیل ارمنستانه. تنظیمهای امشبمون هم سنتی و اصیله. و آهنگا ساخته خودتون یا آهنگا قدیمی رو دوباره اجرا میکنید؟ موسیقی معنوی ما یک موسیقی الهیه که از موسیقی کلیسا و موسیقی روحانی سرچشمه گرفته. آهنگایی که داریم از همون اوایل دوران مسیحیته، مثلا از قرن 4 میلادی هست تا آهنگای قرن 17. Very nice. خیلی خوبه که می‌بینیم آهنگای پس می‌زنن از آهنگای باستانیشون تو خواهد بود، از آهنگای صدر مسیحیت، چون ارامنه و ارمنیان اولین قومی بودن در دوران که مسیحیت رو قبول کردن. و سازه شما کنن همون اسما رو داره، یعنی What do you call this instrument? We call it canon. کانون، همون قانون. We call it dap. Dap که همون دف خودمون میشه. سنتور. You know better. سنتور. سنتور. اوکی. خب پس خدا شما ناگفته نمونه که ارمنستان و ایران باستان کشورهای متحدی بودند و بعد از اینکه ارامنه مسیحی میشن و ایرانی هم مسلمانی مقدار این جدایی ها بیشتر میشه. سمی خیلی سازمون واقعا مال یک جغرافیا بوده. و شیرین و فرهاد هم میگن شیرین ارمنی بوده در اصل، در داستان شیرین و فرهاد و خسرو پرویز و عشقشون. چطور شده که فکر میکنید دودوک اینقدر دنیای موسیقی پاپ رو داره میگیره؟ شاید به این خاطره که صداش به صوت انسان خیلی نزدیکه. و در این حال من فکر میکنم چون نوازندگان ارمنی در آمریکا و شاید کشورهای دنیا خیلی فعال هستن و سازشون رسوخ کرده در موسیقی‌های کشورهای میزبان. گروه ارمنی آرسن پتروسیان موفق باشن و سنی ببینیم چی کار میکنن. خیلی ممنون. It's good to see you. Thank you. And I love this. This is دوهول, yeah? بهش میگن دوهول و زیربغلی میزنن در کشورهای قفقاز، اینو مثل تنبک زیربغل میزنن. I love to hear that on the stage. And good luck, yeah? خیلی ممنون. من فارسی بلد نیستم ولی لحجه ایرانی بلدم. اسم تو بگو من با لحجه ایرانی برات بگمش. بهزاد. بهزاد جان. راست میگه ایرانی فوری کشش میدن. I'll do it. لحجه ایرانی خوب بلده. Thank you so much. مزراب های سنتورشون با ما خیلی فهم میکنه. ببینید این شکلشون با سنتور فهم میکنه، بسه همین صدای دیگه ایجاد میشه از این ساز که ارمنی تره.
پیش از اینکه به صحنه برن گروه دارن اینجا تمرین میکنن. هر گوشه اون گروه ارمنی ها بودن که اجرا کردن، برگشتن. ازبک ها هستن، اوکراینی ها، و اینم گروه آرژانتینی هستش و تانگو آرژانتینی که از پر احساس ترین سبک های موسیقی آکوستیک هست. ماریا تانگو ماریا ویلا راحل ماریا نوچه ماریا پاسیون فتل ماریا دل امور ده بونوس آیرس سوی یو Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán. ریشه‌اش از آلمانیای میاد که به اون کشور مهاجرت کردن و بعد خود اون کشور این موسیقی رو ایجاد کرده. این موسیقی کلاسیک و رقص پر احساسی هم داره که در خانه‌های افاف شکل گرفته میگن. ولی در این چادر گروهی هستن از تاجیکستان که میخوام باهاشون آشنا بشیم. من شما هنوز آواز نخونده دست دادم برای شما. از بدخشان، از تاجیکستان، خیلی خوشبختم شما میبینم. خوب هستیم، میخواییم نزدیکتر شیم به هم دیگه. و سازاتون هم ما تقریبا شبیهش رو داریم و میشناسیم. این البته اینو شما میگین ستار. بله. که بین سیتار، یعنی شاید سیتار هندی از این شکل گرفت. درست است؟ و دستی خیلی قدیمی است. بدون شفاعت با اجازه شما. بله. این ستاری که میگه ما ستار اون فرق میکنه، ولی توی این دسته خالیه. و اکو میده تمام این سیم ها. البته دو یا سه سیمشو با هم میزنید، بقیه برای هم نواییشه. درسته؟ بسیار ممنون. و این هم رباب هستش، رباب بدخشانی که پرده نداره، تا نصف دستش خالیه. که میگفتن این شبیه حضرت آدمه، این یک انسان است. درسته؟ و پنج سیم داره، مثل پنج دست، پنج انگشت دست. نوع بلندترشو میگید تنبور. و دیگه اینم رباب هست که دیگه آشناست. میگم پدر گیتاره یا مادر گیتار بهتره بگی. و دف دیگه، و دف و دایره، و اتنا دف شما هم پهن‌تره اینجا. خیلی جالب. پس شما آهنگای بدخشانی رو میخونید برای ما؟ البته. در صحنه؟ البته. آهنگای ملی؟ آهنگای ملی تاجیکی. ملی تاجیکی. شاعرانش کیا هستن؟ شاعرانش مولانا جلال الدین رومی هستن. بله. باز لاهوتی هستن. آه، ابوالقاسم لاهوتی. از ایرانیان زمان مشروطه بودن که میرن به تاجیکستان. بله. و اونجا میرن و خدمت میکنن به فرهنگ. بله. تاجیکستان. خیلی من خیلی دوستشون دارم. ایشون خونه‌شون هم دیدم در دوشنبه، خانه‌شون بودش اونجا. شما نامتون ببخشید چون ما از ایران نمی‌شناسیم. بله، اسم من صاحبه دولت‌شویوا است. بله. من رهبر همین گروه هستم. بله. یعنی گروه فولکلوری پامیر هستم. بله. و ایشون اقنظر علاوتوف که بسیار خواننده با ایشون خودش با قوت شناخته جمهوری تاجیکستان هستند. خوشبخت. و همچنین جمعه خان هم شامل گروه ما هستند که بسیار نای خوب میزنند. بله، اتفاقا ایشون بودن که منو شناختن. من فهمیدم شما از تاجیکستان اومدید. با هم صحبت کردیم. خیلی ممنون که باعث شدید ما ببینید. ایشون بل. مختار مبارک قدموف است که بهترین سه‌تارنواز گروه ما است. خیلی عالی. خیلی بی صبرم که بشنوم و شما هم رباب بدون شک. ایشون خوشبخت نیازوف است که خیلی مثل فرزند برای ما، ولی خیلی استعدادش با قوت بلند است. بسیار. اگر گویم که هنرمندی عمومی جهانی است. و ایشون هم ساز دف رو میزنن و دایره. شادی بای محمد است که دف خیلی خوب میزنن و چون دف زنی ماهر است. آها، بسیار عالی. و موسیقی بدخشان چه تفاوت یا فرقی داره با بقیه تاجیکستان فکر میکنید؟ فقط یک دو تا ریتم موسیقی بدخشان فرقی دارد که اونو ضرب، اون رو ستایش میگوییم. ستایش؟ ستایش که فقط مال ما هست. میشه بشنوم؟ میشه بشنوم؟ چطوری؟ آه.
خیلی این میگم مثل راه رفتن انسانه. بله، اون بله. اون ریتم هستش درست. این حساب در خود ندارد. بله، پس بله. اینا هم اجرا میکنیم ما دیگه فهمیدیم داستانی آهنگا چه هستش. و خیلی متشکرم از شما، از راه نزدیکی اومدید به ازبکستان. نه چون نزدیکین. بله. اتفاقا خب شهر سمنگند و بخارا هم به هر حال تاجیک هستن. اکثر دوستی و برادری کامل. بین تاجیکستان و ازبکستان ما امروز خوشبخت‌ترین روز است که اینجا هستیم. کاملا چون سالها بله سالها سخت خیلی سخت بود از ازبکستان به تاجیکستان برعکس و این مرزها باز شده. تبریک میگم. بار دیگه میتونید راحت بیان ببینید. خیلی خیلی متشکرم. شما رو صحنه میبینم گروه پامیر. تشکر. سپاس. قربون شما.